همراهان گرامی سلام، موضوع این برنامه مدیریت استرس است. امیدوارم برایتون مفید تمام شود. برای همکاری با ما لطفاً کانال استار میدیا رو سابسکرایب کنید تا از برنامه های بعدی ما با خبر شوید. مدیریت استرس در جریان بیماری کووید. واقعیت زندگی. واقعیت زندگی ما چیست؟ چی در کنترل ماست؟ شکایت یا سازگاری. احساسات مثبت. فعالیت های مثبت. با ساده زیستن چگونه فراوانی را به دست آوریم؟ ناکامی و مشکلات زمانی می توانند ما را شکست دهند که به آنها اجازه دهیم، مخصوصا وقتی که آنها را قدرتمندتر از آنچه واقعیت دارد ببینیم. هرگز اعتماد به خود را از دست ندهید. مدیریت استرس در جریان بیماری کووید. در حالی که تأثیر بیماری همگیر کووید برای اقتصاد جهان ویرانگر بوده است، کشورهای متوسط و ویژه کشورهای کم درآمد آسیب دیدند و به پشتیبانی سیستم‌های بین‌المللی نیاز دارند. اما دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش تأکید کرده است در صورت ارتباط با یکدیگر هیچ یک از ما در امان نیستند. همچنان بسیاری از کشورها با کمترین ظرفیت برای مقابله با کووید 19 میزبان تعدادی از پناهندگان و آوارگان داخلی هستند. ما مسئولیت جمعی داریم به طور واقع بینانه اطمینان حاصل کنیم و از آنها پس از شیوع بیماری کووید پشتیبانی کنیم تا با واقعیتها سازگار شوند. واقعیت زندگی. ویروس کرونا یا کووید 19 زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار داده و جهان را از سرعت باز داشته است. این بیماری همگیر هزاران نفر را تحت تأثیر قرار داده است، یا بیمار هستند یا به دلیل شیوع این بیماری میمیرند. بنابراین تأکید بر اقدامات احتیاطی گسترده مانند پروتکل بهداشتی، به عنوان مثال شستن منظم دست ها، جلوگیری از تعامل چهره به چهره، فاصله اجتماعی، ماسک زدن و غیره. کشورها برای جلوگیری از گسترش تجمع مرزهایشان را بسته و مردم را ممنوع میکنند. واقعیت زندگی ما چیست؟ واقعیت زندگی در حال حاضر و قبل از بیماری همگیر چیست؟ در جریان کووید 19 چی تغییراتی در زندگی ما اتفاق افتاده است؟ چی چیزی را قبلا نداشتیم که حالا داریم؟ آیا کدام فکری در مورد آن دارید؟ چی در کنترل ماست؟ مورد وجود دارد که ما می توانیم آنها را کنترل کنیم. چیزهایی است که ما نمی توانیم کنترل کنیم. چی کاری می توانیم انجام دهیم تا خود ما و دیگران را در این مدت مشغول کنیم؟ شکایت یا سازگاری. زندگی در حال گذر است. زمان گذرا است. ما انتخابی برای برگزیدن داریم. می خواهیم شکایت کنیم و کاری انجام ندهیم، یا می توانیم در این شرایط سخت مثبت و سازنده باشیم. سعی کنید فرصت های موجود را در شرایط فعلی ببینید که چگونه می توانیم کارهایی را انجام دهیم. احساسات مثبت. یافتن راه در زندگی برای ما این امکان را می دهد که حتی در شرایط بحرانی با احساس خوشی، آرامش و خوشبختی کنار بیاییم. این ممکن است در طولانی مدت به حفظ سلامت روان ما کمک کند. احساسات مثبت وقتی پرورش می‌یابند که قدردان و خلاق باشیم. برخی احساسات مثبت مانند عشق، خوشی، رضایت، قناعت، علاقه، تفریح، خوشبختی، آرامش و تحسین هستند. ما تلاش کنیم از هر طریقی که بتوانیم به دیگران کمک کنیم. خوشبختی و آرامش از درون ما نشأت می‌گیرد، نه از بیرون. فعالیت های مثبت. مراقبت از تصمیم درست، دنبال کردن اهداف، تقویت عادات خوب، استفاده از قدرت، به جریان انداختن تجربه، جشن گرفتن موفقیت، نمایش تصمیم، مدیریت برخورد با خلق و خوی. با ساده زیستن چگونه فراوانی را به دست آوریم؟
خوشبختی زندگی خود را باید از طریق تمرین کشف کرده و با خود گذشتگی پرورش بدهیم. ما همیشه از فصول طبیعت می آموزیم که زندگی رو به پیشرفت و تغییر است و دنبال محیطی باشید که متناسب با نیازهای شما باشد. مقایسه فردیت را می دوزد و خلاقیت را کسل می کند. ما با یافتن خوشی در احساسات مثبت رضایتمندی را در الگوی زندگی روزمره پرورش می دهیم. معجزه در همه جا موجود است، بستگی دارد که شما آن را چگونه تشخیص می دهید. فرصت یادگیری مهارت های جدید در تمام زندگی وجود دارد. عشق یادگیری را برای چیزهای جدید در زندگی خود دوباره زنده سازید. ناکامی و مشکلات زمانی می توانند ما را شکست دهند که به آنها اجازه دهیم، مخصوصا وقتی که آنها را قدرتمندتر از آنچه واقعیت دارد ببینیم. ما می توانیم با انتخاب امید به خود بقبولانیم هر مشکل راه حل دارد. اگر یک مشکل نداشته باشد، این معنی نیست که دیگر هیچ مشکلی وجود ندارد. هرگز اعتماد به خود را از دست ندهید. همیشه امیدوار باشید، زیرا نعمت ها هرگز برای انسان بستن نمی شوند. اگر از یک منظر مشاهده شود به نظر می رسد که کاهش می یابد، اما از منظری دیگر مملو و کامل است. انسان تحت هر شرایطی در دریای نعمت غوطه‌ور است. بنابراین تحت هیچ شرایطی ناامید نباشید، بلکه به امید خود محکم باشید. درمان ارزان و جهانی همه بیماری هایی که بشریت آنها را تحمل می کنند امید است. سپاس از توجه و همراهیتون. لطفاً کانال استار میدیا رو با سابسکرایب نمودنتون همکاری نمایید.